اخیرا وزارت معارف در صفحه رسمی فیسبوک این وزارت مطلبی را نشر کرده که در آن از شامل ساختن مساجد در سیستم آموزشی سخن رفته است وزارت معارف گفته این وزارت ساختار خیش را تغییر داده تا اسلام جایگاه محوری را در سیستم تعلیم و تربیت داشته باشد بر اساس این تصمیم دانش آموزان سنف اول تا سوم در مناطقی که دسترسی به مکاتب وجود نداشته باشد در مساجد آموزش خواهند دید وزارت معارف گفته در سه سال اول آموزشی رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در دانش آموزان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای آنان برجسته خواهد نمود. با این حال این تصمیم وزارت معارف با واکنش هایی روبرو شده است. برخی ها معتقدند که این اقدام به پیشرفت دانش آموزان و بهبود سیستم آموزشی کمکی نمی کند بلکه کیفیت آموزش را نسبت به گذشته ضعیفتر خواهد ساخت. با این همه وزارت معارف مشخص نکرده که آموزش در مساجد چگونه خواهد بود آیا این وزارت برای علوم ریاضی و سایر مزامین آموزگار استخدام میکند یا دانش آموزان صرف و آموزش های اسلامی اکتفا خواهند کرد